ببخشید شما؟ سلام علیکم، خسته نباشین، حال شما چطوره؟ عرض کنم خدمتتون که مهمان این برنامه ما همه یه جوری سر و کار داریم با شغل ایشون، یعنی همه خلاصه گذرمون میفته و ایشالله هیچ وقت نیفته ولی میفته بالاخره. بعدم اینجوری مهمان این برنامه ما دکتر داروساز هستن، یعنی داروخانه دارن ایشون. خیلی خوش آمدین. حال شما با صدای بلند خودتون رو معرفی بفرمایید، سابقه کارتون هم بگید. من کامیار سلماسی هستم، حدوداً 14-15 ساله که فارغ التحصیل شدم. بله 13-14 سال هم هست که سابقه کار. 14 سال. شما مدرک تحصیلیتون دکترای داروسازی؟ بله بله. بسیار خوب. چی شد که این رشته تحصیلی و این شغل رو انتخاب کردید؟ تصادفاً. چه جوری؟ توضیح بدید. والا من وقتی که نمره های کنکور رو دادن، من زمین شناسی رو دوست داشتم. ده. بعد دیدم نمره هم بیشتر از اونیه که در واقع به زمین شناسی بخوره و توقعم بیشتر در واقع شد. انجام شد. این بود که گفتیم حالا یه رشته ای بزنیم که در واقع یه بیشتری داشته باشه. بله. و داروسازی رو انتخاب کردیم. ولی خب تصادفاً رشته ای بود که مورد علاقه‌ام قرار گرفت و خوب بود. یعنی دوستش داشتم. بله. بفرمایید که شما دارو بدون نسخه هم میدین؟ در مواردی اگر تشخیص بدم، به قول معروف اصولاً داروی دو بخش داره. یه سری داروهایی هست که با نسخه الزاماً باید داده بشه، یه سری دارو هست که نه، بدون نسخه هم میشه داده بشه، بهش اصطلاحاً میگن OTC. این داروها رو که مجاز هستیم و انجام میدیم در دادنش به مریض، ولی در مواردی هم اگه بیماری باشه که آدم بدونه که مثلا فرض کن سابقه شو داره، یه بیمار قندیه، بیمار قلبیه و قبلا میشناختش. نه ابتدا به ساکن یه بیماری که بیاد بگه آقا من دار، من باور نمیکنم. خب دیگه باید در عمل ببینید. بعد تشریف بیارید. یعنی یک مریضی ابتدا به ساکن بیاد داروخانه شما، دارویی هم که میخواد حتما باید با نسخه باشه، اصرار کنه بدون نسخه بگیره. عرض میکنم ببینید قانون یک ضوابطی رو گذاشته برای این موضوع. یعنی دکتر داروساز در تشخیص خودش اگر با سوال جوابی که از بیمار میکنه و بدونه که در واقع این اون بیماری رو داره و به قول خودمون سابقه مصرفش داره، پزشکش کیه، خودش چیه، سابقه بیماری رو بدونه، در حد یک دوز یا دو دوز مجاز هستیم که به قول خودمون بهش دارو بدیم، ولی در غیر این صورت خیر. یعنی قانون اجازه نمیده و ما هم انجام نمیدیم. شما بفرمایید توی خونه هر کی مریض میشه شما براش نسخه میدین یا میبرینش دکتر؟ در اون حدی که اطلاعاتم اجازه بده. چرا؟ خودتون نسخه میپیچین؟ نسخه نمیپیچم، ولی در یه حد و حدودی که فرض کنید یه قرص مسکن یا یه قرص سرماخوردگی رو. چرا؟ بیشتر از این نه، ولی در حد تخصصی نه. خیلی آقا، خود درمانی یک بحث مفصلی است در جامعه ما، خیلی گرفتارشیم. بله. یعنی این میگن شربت قرمزه هست توی یخچال، برو یه قاشق از اون بخور خوب میشی. اینو مثلا خاله مادرمون میگه. بله. شما معدت درد میکنه، شربت قرمز رو باید بخوری. سرما میخوری، شربت قرمز رو باید بخوری. پای چپت رگ به رگ میشه، شربت قرمز رو باید بخوری. میگرن داری، شربت قرمز رو باید بخوری. بعد توی مراحل خیلی شدیدترش هم باز شربت قرمز رو باید بخوری. یعنی یه قاشق از این شربت قرمز یا آبیه تمام مشکلات و دردهای انسان بشر رو رفع میکنه. اینجوری نیست. دکتر نشسته تو مطبش برای همین کارا. هی شربت قرمزه نخور. شما این نمایش ببینید تا ما باز بیام خدمت. سلام بینندگان عزیز، باز هم با برنامه دیگر و گزارش دیگری در خدمت شما هستیم. موضوع این برنامه ما راجع به داروسازی است. داروسازی، خواهش میکنم که با ما همراه باشید. سلام دوست عزیز. علیک، چاکر قربون. روزتون بخیر. روز شما هم بخیر. حالتون خوبه؟ دکتری؟ نه، ولی خب موضوع این برنامه راجع به داروسازیه. پا چرا پاتو گذاشتی دوم من؟ ببخش من متوجه نشدم.
مسخره میکنی؟ نه خیر، مسخره نکنم، فقط میخواستم نظرتون راجع به داروسازی بدونم. فرضتون خوبه، به چه دردت میخوره؟ درد من که قرار نیست بخوره، برای بیشتر شدن آگاهی شهروندان و گزارش تهیه میکنیم دیگه. برای آگاهی شهروندان، شهروندان خودشون بلدن برن، کتابایی هست که بخونن آگاهیشون زیاد بشه. تو رو سننه چی کاری؟ ها؟ سلام آقا. سلام، روزتون بخیر. قربون شما. موضوع این برنامه ما در... هنوز؟ بله بله بابا، کشتین ما رو با این برنامه‌تون. حالا موضوع چیه؟ داروساز. دعوا و اینا؟ بله دیگه بله. نمیشه که. چرا نمیشه؟ دعوا رو که نمیسازن که. از قدیم گفتن دعوا مرافع، نگفتن دعوا ساز. که کسی که تو دعوا که نمیسازه، که میسازن دعوا. نه خیر ببینید، دعوا نه، دعوا دارو، مثلا دارو و اینا. یعنی چی؟ یعنی یارو رو داره؟ خب روشو کم میکنم برات. نه سه ثانیه روشو کم میکنم. دارو ببینید، مثلا به نظر شما قیمت دارو الان چطوره؟ مناسبه؟ قیمت دارو مناسبه؟ ببین من مناسبه و اینا اصلا نمیدونم تو چی میگی. آخه مرد حسابی، وسط دعوا نرخ تعیین میکنن، وسط دعوا چیز میسازن. چی میگی تو؟ ببین داری مثل اون گزارش قبلیه چی؟ بعض وقتا یهو میبینی قاطی میکنم، فکر میکنم اونی، بعد چی؟ گروپ. اون وقت چی میفتی؟ بیمارستان. به کار زندگیت هم نمیرسی. حواست تو جمع کن. هر کسی تو دعوا که نرخ تعیین نمیکنه که. بله خداحافظ شما. دعوا ساز. آقا غلامم. سلام دوست عزیز. سلام. روزتون بخیر. خیلی ممنون. موضوع این برنامه ما رو که حتما میدونین چیه. نه. نمیدونی؟ نه. بگو. موضوع این برنامه داروساز. داروسازی که خیلی خوبه. از چه نظر؟ از همه نظر. این کپسول ریزا داروها خیلی قشنگه. این کپسول ریزا رو دیدی توش دونه های رنگی داره؟ خیلی قشنگه. من منظورم شکل داروها نیست، همین خود دارو، داروساز. نگو. خب من هم همون رو میکنم دیگه، من خودم داروسازم. اه چه جالب. بس خب میتونی نظرتون رو بگین دیگه. من که نمیتونم در مورد خودم بگم. نگو. در مورد خودتون عرض نکنم، در مورد دارو، داروسازی به طور کلی. در مورد دارو، بله دارو، شربت ها خیلی قشنگن، دیدی چه خوش رنگن؟ این قرص صورتی رو دیدی؟ خیلی قشنگن. راجب شکلشون نه، رنگ و اینا راجب. خیلی ممنون، نمیخواد مشکل بریم خونه به دارو خوشگل نشون بدم، اینقدر قشنگه. خیلی ممنون. برنامه راجب به دارو سازی. خدا حافظ. نگو نگو، تو هنوز دوربین ننداختی؟ آخر من نازی اخراجت میکنم. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ خانمتون خوب هم؟ بچه ها خوب هم؟ ممنون. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستین؟ خانمتون خوب هم؟ سلام برسین بهشون. اموها، امه ها، نبه اموها، نبه اموها، خوب هم؟ خاله خوب هم؟ سلام برسین بهشون. ببخشید اگه شما جایی میخواین تشریف ببرید ما مزاحمتون نشیم. نه خواهش میکنم، بفرمایید موضوع برنامه‌تون چیه؟ موضوع برنامه‌مون همونیه که شما الان میخواین بریم مجلسه. چه جالب، من الان دارم میرم مجلس داروساز زنون، نتیجه داییم. خب همون دیگه. موضوع برنامه‌تون داروساز زنونه؟ تقریبا تقریبا. موضوع برنامه‌مون داروسازیه. خیلی جالبه ها. شما نظری اگه دارین میشه بفرمایید. نظری که خب خوبه دیگه، در مجموع خوبه، البته دور از جون، دور از جون، ولی بالاخره لازمه دیگه، مریضیه پیش میاد دیگه. بله بهتره که دارو همیشه تولید بشه، اینجوری بهتره، هم مردم هم راضی ترن، اصلا بهتره دیگه. با اجازتون برم، یه وقت دیر میشه این مجلس داروساز زنون نتیجه داریم، دیر میرسم بعد دیگه. با اجازتون. خیلی ممنون، سلام برسونید، خداحافظ. سلام دوست عزیز. سلام علیکم. روزتون بخیر. اول شما آقای گذشتگان، اون دفعه کم قربون شما. من آقا ایشون بالا خجالتی هم سید قربون شما کافی بودن هر شد که بعد کافی آب میبنده دیگه با شمن. بله موضوع این برنامه راجع به داروسازیه. بله داروسازی برنامه خوبی. آقا بعد دارم میرم کارخونه آبگوشتسازی. تازه تأسیس کردین؟ تأسیس بعد. آقای برنامه راجع به آبگوشت بذاری؟ راجع به داروسازی شما نظری ندارین؟ اصلا که بگم یه آقای رفت داروخونه گفت که چیز میخوام، گفت آبگوشت میخوام، گفت نداریم، گفت پس داروخونه آبگوشت نده، باید درش تخته کنیم. بله
شما از این موضوع آبگوش میدین. بسیار خب، ما اگه موضوع آبگوش آبگوش سازی داشتیم میایم خدمتتون. قربون شما. آبگوش بفرمایید. متشکرم. کارخونه شما تا خبر میکنه اومد. قربون شما. خیلی دفعه عجیبه میره با اجازهتون. خواهش میکنم. قربون شما. آقا خدا سلام دوست عزیز. سلام علیکم. اول آقا سلامات هست بردار. موضوع این برنامه ما راجع به داروسازیه. چی میخوای؟ چی میخوام؟ دارو مارو انجو صحبت ها که چیه؟ چی میخوای؟ نه دارو عرض نکردم، میخوام نظرتونو میخوام. نظرم خب نظرم چیه زد نظر چیه؟ نظر من چیه؟ زد تب، زد اسپاسم، زد چیه؟ زد تهوع چیه؟ من نمیدونم. نظر شما خب من نمیدونم چیه. خب من نظر خودم، نظر شما چیه؟ من نمیدونم. شما چی میخوای بگو من تعیین میکنم برات. نظر چی میخوای؟ نظر چیه؟ خیلی ممنونیت. آقا ببین، یه زمانی اگه حالا اسم دارو آورده، اگه خواستی سان چه کوچولو بریم سر کوچه رو بگیری بیاره دیگه ها. نه خیلی ممنون. دارو یه چیزی نیست که آدم به خاطر اینکه علافی بکشه. آقا آب برنامه‌تون هم زیاد کنین. گوش میکنین؟ در ضمن بینندگان عزیز، این گزارش ما در همینجا به پایان میرسه. تا گزارش های دیگر، خداحافظ. شما بفرمایید جریان این داروهای کمیاب چیه؟ توضیح میشه بدین؟ خب اصولاً دارو یک کالاییه که در واقع بعد از اینکه انقلاب اسلامی در واقع انجام شد، به یه شکلی دیگه، به شکل جنریکش در واقع قرار شد. یه طرحی ایجاد شد که به اسم طرح جنریک بود. بله. این خب یه طرح نوعی بود، شاید بگم تو دنیا هم طرحی نبود که همه جا انجام شده باشه و ما هم یعنی کلن نظام داروی ما، مسئولین داروی ما اون در واقع تجربه لازم رو خب طبیعتاً برای به عنوان یک کار نو روش انجام نداده بودن. بله. این بود که خب یه سلسله کمیا و کاستیایی رخ میده در این موضوع و طبیعتاً به خیلی از مسائل برمیگرده. عرض کنم که مشکلات کارخونجات، مشکلات شرکت‌های پخش و یه سلسله زنجیروار در واقع به هم وصل میشه. یه وقت ممکنه در یک نقطه‌ای به یه در واقع دارویی برسه که اون دارو کمیاب بشه. یعنی یک سلسله مراتبه. این نیست که فرض کنید یک روزه یک چیزی کم بشه. ده. فرض کنید مثلا همه چیز یک فراورده‌ای در واقع مهیاز الزاماً باید باشه، ولی مثلا فرض کنید یک کاغذی که باید این قرص رو بسته‌بندی کنه الان موجود نیست. درست. خب این طبیعتاً دیگه وقتی قرص بسته‌بندی نشه به داروخونه نمیرسه و کمبود رخ میده. یعنی همه اینا دست به دست هم میده. شما هم لازم میشه برید ناصر خسرو خودتون؟ در مواردی یکی دو بار برای یکی دو تا دارویی که بستگانم میخواستن مجبور شدم از اونجا تهیه کنم. بله. آقا اوضاع مالی چطوره؟ اصلا این حرفا بیام بیرون. اوضاع مالی کی؟ شما. یعنی این شغل رو میخوام بدونم که این شغل کار پرسودیست که خیلی هزینه ها رو پر میکنه اگر درست انجام بشه و خرج آدم هم در میاد، ولی الحمدلله. آخه یه آقای اومدن نشستن اینجا چیز داشتن، لوازم یدکی اتومبیل داشتن، گفتن یه آب باریکه‌ای خلاصه در میاد و ما زندگیمون میگذره. مال ما هم در همون حده. بله مال شما. بله شما دارو آزاد هم میفروشین؟ خیر من باز باور نمیکنم. خب میگم باید در واقع باور بر اساس ببینید مریض احتیاج داره. شما هم رفتید آزاد خریدید؟ نه ما این کار رو انجام نمیکنیم. آقا شما رو عرض میکنم، قرص میفروشید دونه 2000 تومن جان به مریض کارمند؟ چجوری مثلا 100 تا قرص میخواد چقدر باید پول بده بر مریضش؟ چیکار کنی؟ خریدی خودت 1800 تومن. راست میگی، معذرت میخوام. وقتی 1800 تومن میخری بعد 200 تومن بده روش روشو دونه 2000 تومن. چه تقصیر داری؟ قربون شکلت. یه نمایش ببینین شما.
شما خودتون معرفی بفرمایید، شغلتونم بفرمایید. کبیری هستم، داروساز. داروساز؟ بله. دکتر هستین شما؟ دکتر داروساز. بله. خب چی شد که داروساز شدین؟ ببخشید من اومدم اینجا تست بازیگری بدم، نه داروسازی. از کی به بازیگری علاقه من شد؟ خب موقعی که داروساز شدم دیگه. خب همون، از کی احساس کردین پس به داروسازی علاقه داریم؟ خب موقعی که احساس کردم به بازیگری علاقه مندم. از کی احساس کردین که به بازیگری علاقه مندی؟ از وقتی که پدرم گفتن. پدرتون فرمودن؟ بله. از کی پدرتون بهتون گفتن؟ از بچگی. خب من میخوام به یک تاریخ مشخص برسم، از کی فهمیدین بچگی اصلا چی هست؟ وقتی که بزرگ شدم. ببینید اولین باری که بزرگ شدین، معذرت میخوام، از کی احساس کردین که بزرگ شدین؟ از وقتی که کوچیک بودم، دوران کوچیکیم. شما حالتون خوبه؟ کی؟ موقعی که کوچیک بودم یا تو دوران بزرگی؟ فرض بفرمایید سوار یک آسانسور شدین. بله. و میخواین تشویرین بالا یا پایین فرق نمیکنه. آسانسور توی راه گیر میکنه. چی کار میکنین شما؟ من سریع آرام بخش میخورم. نه ببینید وضعیت خیلی بحرانی تر از این حرف هست. خب دو تا آرام بخش میخورم. ببینید اگر خیلی خیلی وضعیتتون توی آسانسور بغرنج بشه چی کار میکنید؟ بازی کنین این موقعیت رو. هرچی آرام بخش پیشمه همه رو میخورم. آرام بخشاتون تموم بشه چی کار میکنید؟ اون وقت این ستای پایینی مشابهش رو میخورم. فرض کنید همونطور که شما توی آسانسور گیر کردین، بله، یک جسد از سقف آسانسور میفته جلو پاتون. این نقش رو نگین. ببینید که سخته یا نمیدونم آرام بخش میخورم. بازی کنید این موقعیت رو. جسد میفته جلو پاتون. ببینید چطور بگم خدمتتون، نمیشه مشابهش رو بازی کنم؟ مشابهش رو بازی کنم؟ مشابه این نقش رو بازی کنم؟ مشابه این نقش رو بازی کنم، بله. خب فکر کنیم شما یه جسد هستین که از سقف آسانسور میندازنتون جلو پای کسی که تو آسانسور گیر کرده، چیکار کنم؟ من؟ اون آدمه چیکار میکنه به نظرتون؟ خب وقتی شما بیافتید جلو پاش؟ خب اون خودش میدونه. من اگه به جاش باشم حتما یه آرام بخش میخورم. حالا اون آدمه رو بازی نکنید شما. شما همون جسده این؟ همون جسده رو بازی کنید که از سقف آسانسور میفته جلو پای یه آدم دیگه ای که به خودش مربوطه که تو آسانسور گیر کرد. خود همون جسد رو. فکر کنید توی یه آسانسور که داره همینجوری میره بالا میاد پایین. بله. میره بالا میاد پایین. بذارید سادش کنم. شما اصلا گیر نمی‌کنید توش. چیکار می‌کنید؟ اصلا گیر نمی‌کنه آسانسور. فقط میره بالا میاد پایین. خب من سعی می‌کنم خودم رو گیر بندازم. که چیکار کنید اون وقت؟ بازی کنم. لطف می‌کنید. خب الان مثلا گیر کرد که چی بشه؟ همه دکمه رو فشار دادم که گیر کنه؟ گیر کنم که چی بشه؟
که یک قرص آرام بخش بخونه. در نیارید خیلی خوب. پیشنهاد کس خاصی بود شما برای بازیگری تشریف بیارین یا خودتون تصمیم گرفتید؟ چرا؟ خالم گفتش که تو خیلی برای بازیگری مناسب هستی. گفت حیفه موقعی که تو پشت پیشخوان و داروخانه بایمیستی خیلی قیافت مثل هنر پیشه هاست. خالتون هم آرام بخش میخورن؟ بعضی اوقات. شماره تماستون همینی که اینجا هست؟ بله همونه. خیلی متشکرم. ما داروخانه هست. بله تماس میگیرم. خدا خدا نگهدار. خدا بهتون. اینجوری نبود. بله بله سلام سلام بفرمایید. بله شما باید تشریف بیارید اینجا. بعد بله نه خیر حتما باید تشریف بیارید اینجا. آخه از پشت تلفن که نمیشه. یعنی چی آخه؟ اینجوری که نمیشه. بعد بیان اینجا از پشت تلفن که نمیشه. که چیه؟ چی میگه؟ هیچی. خواننده است میخواد یه لحظه. خواننده است میخواد از پشت گوشی بخونه. خب بگو بخونه. فقط بیاد اینجا فرمو پر کنه. بخونین. چی میخونه؟ دلا دیشب چه میکردی؟ آه تو در کوی حبیب من. گمونم اما بیتش که اینجوری نبود. چرا همینه همینه درسته. بسیار خب شما باید حضورا تشریف بیارید اینجا فرم پر کنین. بله بله بیان اینجا فرم پر کنین. بله خداحافظ. چرا قطع کردی؟ تازه داشت شور میگرفت. خب شور میگرفت؟ آره دیگه. متوجه نشدم ببخشید. ببینم کسی تقاضای خواننده نکرده؟ خواننده؟ نه یادم نمیاد. چطور؟ برای اگه کسی خواننده خواست به من بگو. باشه؟ بگو. هرچند اگه بخوندم باشه صدای من از همه شون البته بهتره. آقا دستتون درد نکنه. دست خودتون درد نکنه. خیلی ممنون. ما تمام تلاشمونو میکنیم. خیلی ممنون خانم شما لطف دارید. آره دیگه. بله کار آسونی که نیست بالاخره. بله خیلی احتیاج به تلاش زیادی داره. موافقم. فقط اون شخصی که من میخوام باهاش کار بکنم آدم با ذوق و سلیقه‌ای باشه که اونطوری که ما میخواییم کار در بیاد. صد درصد. صد درصد. ببخشید حالا میشه یه دهن برامون بخونیم؟ آخه نمیشه بنده ترشی خوردم. خب مگه چیه؟ ترشی خوردن. خب باشه مگه چیه؟ خب ترشی بخورن چیزی نمیشن که. بعد ترشی نخورن که ریزی بشن دیگه. عرضم به حضورتون که ترشی روی تارهای صوتی اثر میذاره. ای اون حرف آدم نمیتونه بخونه. نخوریم بله. حالا ما که نمیخوایم ضبط کنیم کمتری فقط یه نمونه میخوایم. محض نمونه. نه آواز محض نمونه. زرد ملیجه بخونم یا سلمک و رضوی و چه میدونم سنگ خارا. اینا چیان؟ گوشه. گوشه؟ ببخش گوشه کجا؟ گوشه یه جایی نیستن آقا. اینها اصطلاح هستن. بله بله ما اینا رو میدونیم. بهتر زیاد حاشیه نریم. آره میدونیم. بله بله میدونیم. میخواین شور بخونم براتون؟ سنگ خارا چیز زنگ شتر بخونم براتون؟ نمیدونیم چی چیزی. گوشه زنگ شتر. زنگ شتر هم یک گوشه داره. به هر حال یه چیز جدیدی بخونید. شور میخونم. بله بخونید. یا اوه یا یا حالا مخالفش. مگه گوشا هم مخالف داره؟
به به فوق‌العاده است، فوق‌العاده است. شما چرا نوار بیرون نمیدین؟ سرمایه میخواد خانم، الکی که نیست. خب آخه سرمایه شما صداتونه، اینم هستا. نه خانم، صدا پشتوانه من هست، سرمایه من نیست. پشتوانه تونه؟ آره بله. ببخشید یه شوشتری هم میشه بخونی؟ واه یو او او که ببخشید ظاهر و باطن حالا. خیلی هم عالی بود، خیلی هم قشنگ بود. خب خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. ظاهر و باطن دیگه خانم. نه اختیار داریم که عالیه. دارین راجب من می نویسین خانم؟ نه یه چیز الکی نوشتم. الکی نوشتم. آها آها، ببخشید شما دوست دارین حتما خوانندگی کنین؟ والا ترجیحاً اگر خواننده باشیم بهتره. نه مثلا منظورم بود که مثلا دوست دارین توی آژانس کاریابی مثلا کار کنید؟ آژانس کاریابی؟ بله دیگه، مثلا همینجا همینجا همینجا. آخه من بلد نیستم خانم. احتیاجی نیست، شما فقط زحمت بکشید چیز کنید، زحمت بکشید بخونید، بخونید برای همین کاری که الان مثلا تا موقعی که براتون کار پیدا بشه اینجا شما بمونید بخونید فقط. بله باش، بسیار خوب. چیز کارتون از همین الان شروع میشه. خب من چی کار باید بکنم؟ کار خاصی نباید بکنید، این پرونده ها رو مطالعه کنید. یکی پرونده، این پرونده ها رو همینجور بشینیم اینجا مطالعه کنیم. واسه هم که داریم مطالعه میکنین در ضمن مثلا یه زمزمه ای هم بکنین. اون شوشتری که فرمودید. بله بله. سوزن اینو بندازش دور. حالا آژانسمون اینجوری نبوده ها. شما اصولا خودتون با مصرف دارو مخالفین یا موافقین؟ مصرف خودسرانه؟ نه. خیلی از پزشکان معتقدن که اصلا یعنی به دارو دادن و به زیاد دارو دادن اصلا اعتقادی ندارن. بله. شما چی؟ بنده هم اعتقاد زیادی ندارم. به شغلتون چی اون وقت؟ سودتون کم میشه؟ به هر شکل ما صبح که میریم در واقع در محل کارمون به امید این نیستیم که بیمار زیاد باشه و در واقع سود ما زیاد باشه. ما امیدمون اینه که کار درست انجام بدیم. بعضی شغلا بدیش همینه که آدم بله. منتظر که اتفاقی برای کسی بیفته. ان شاء الله که شما اینجوری نیستین. عرض کنم که شما به مادر خانومتون داروهایی میدین که معمولا که عوارض جانبی داشته باشه، نه؟ سعی میکنیم ندیم. ندین. نه. خیلی خب ببینین چنین خیلی. عرض کنم که تا حالا برای شما هم حتما خیلی پیش اومده، یه پیرمردی میاد دفترچه بیمه‌شو میذاره رو پیشخونه داروخانه، شما میبینید که تمام داروهای کودک توشه. بله. این قضیه استفاده یه دفترچه دیگران برای خود، شما اول این کار رو انجام میدین براش یا نه؟ ببینید اصولا یه فرهنگ غلطی که در نظام داروی ما در واقع توی عام جا افتاده همین که فرمودید مصرف خودسرانه است. طبیعتا اشکالات خیلیه، یکی از اشکالات همینی که حالا یه بنده خدایی مثلا دفترچه نداره، دفترچه همسایه رو میگیره. خب این کار اصولا از نظر قانون غلطه. مواردی پیش میاد که آدم ناگهانه بدون اینکه بدونه دفترچه رو میپیچه که نمیدونه مال ایشونه، چون ما کارت شناسایی که نمیگیریم به ازای هر دفترچه. ولی اگر بر بخوریم به یه موضوعی که مثلا فرض کنیم به قول شما یه دفترچه باشه که یه داروی بچه است و خیلی تناقض داره، قانونا نباید در واقع دارو رو به بیمار بدیم. نباید قانونا بدین، ولی شما این کارو میکنین یا نه؟ عرض میکنم این کمکش کنه. نه 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 نه،
نه بحث نمیتونی. کمک نیست. ببینید یه ضوابط یه چیزی رو میگه که آدم باید بر اساس اون اصول و ضوابط انجام بده کارشو. ولی میگم اگر ناگهانه آدم مثلا فرض کنیم یه خواهر از یه دفترچه خواهرش استفاده کنه، خب طبیعتاً بله. ممکن آدم متوجه نشه و درسته. شده مشتری یعنی زیاد این اتفاق افتاده که بیمار بیاد دکتر نرفته باشه، بیماریشو برای شما توضیح بده و از شما بخواد شما بهش دارو بدین؟ عرض میکنم در حد اون داروهایی که مجاز هست به صورت OTC طبیعتاً میشه. یه وقت یکی میاد خب سردرد داره، بله. یه سردرد خفیف داره، سرما خورده، یا فرض کنید دستش خراش برداشته، این طبیعتاً مشکلی نداره. ولی این که بیاد بگه شکمم درد میکنه، تهوع دارم، نمیدونم اینا دیگه باید بره دکتر، سرم درد میکنه، یک در واقع کمپلکس رو ارائه میده، طبیعتاً باید به پزشک. شما دکترم خودتون معرفی میکنید گهگاهی به بیمار اگر بیمار سوال کنه؟ خیلی. آقا استامینوفن کدئین میخوری 3 تا سر درد میگیره، کلیهات میترکه، هر داروی یک عارضه جانبی داره که این مریضیت الان خوب میشه، فردا یه جور دیگه پدر در میاد. دکتر نشسته تو مطب برای همین کارا، تا برات مشکل پیش میاد 6 تا داروی کدئین مخدر نخور عزیزم، اینا بعدن درست میگم؟ بله. اذیتت میکنه. یه نمایش ببین چیکار کنه. میدونی فرزانه جون، همینطور من مشغول مطالعه و تحقیق و اینا، ما دیگه اصلا فرصتی برام نمونده. نه ببین، ماجرا از اینجاست که الان من اجزای اون دارویی که دارم روش تحقیق میکنم و امتحان کردم، اثرم کرده، آره جوابشو گرفتم، جواب مثبتشو گرفتم، ولی کن این ترکیبی از این اجزا رو من باید روش تحقیق بکنم و امتحان بکنم ببینم که سرانجام به کجا میرسه دیگه. اگر جواب بده که واقعا عالیه، آره دیگه، دیگه در واقع من داروی ضد سرطان رو کشف کردم. آره ممنون ممنون. میگم فرزانه جون، تو اداره جایی رو نمیشناسی که من برم اینو ثبت کنم که آره بگم من اینو کشف کردم؟ جایی رو سراغ دست درد نکن. میگم فرزان جون، میتونیم با هم یه قراری بذاریم؟ آره که بریم اونجا که من اینو ثبت بکنم. یک دنیا ممنون. پس فردا قرارمون. آره فردا میبینمت 5. یک دنیا ممنون، قربانت، خدافظ خدافظ. چند خانم؟ سلام. بله بله. سلام. چطوری؟ خسته نباشی. چطوری؟ چیکار می‌کنی؟ مشغول مطالعه. او چقدر تو مطالعه، چه پشت کاری، چه پشت کاری. دیگه چیکار کنم؟ واقعا آدم لذت می‌بره. بهترین زن دنیایی تو. انقدرم دیگه ازم تعریف نکن. نه نه، تعریفی هستی که تعریف می‌کنم. به تحقیقاتت میرسی، به کار خونه میرسی، این یعنی بهترین زن دنیا. ممنون. بهترین زن دنیا. شام ما چی شد؟ شام؟ آه. امشب اون چیزی که دوست داری من واسه درست کردم. دست گرسنه ای؟ بیارم برات. من دارم میمیرم. الان برات میارم. دست درد نکنه. من ببندیم. به همون شامی که دوست داری. آخ این کتابم برخورد، اینو بگی. دست بودم. چه بود؟ چه بود؟ بخور خانم خودت بفرمو. من میل ندارم. نه بفرمو. نه دیگه میدونی کار زیاد اصلا اشتها رو از آدم میگیره. تو آخه اینجوری که نمیشه. منو نمیخوام. منو نمیخوام. منو نمیخوام. آخه بهترین زن دنیا با خاصا اشتها ندارم. من تو این صفحه 150 نخونم اصلا نمیتونم. یعنی من تنهایی بخورم؟ آره بخور. نوش جان، نوش جان. به اصلا معلومه چی. دوست داری؟ نه.
یه لیوان آب بخور. آب بازی تو کار شما چجوریه؟ در چه جنبه؟ در زمینه شغلتون. یعنی منظورتون اینه که فرض کنید مثلا هر کار شغل یه پارتی بازی خاصه. طبیعتاً ارزم اینه، مثلا فرض کنید یه دارویی رو داریم کنار گذاشتیم برای یک دوست آشنایی. این سوال هم براتون دارم، این سوال جداست. فقط الان بفرمایید که پارتی بازی تو کار شما چجوری میشه؟ مثالش اینه که فرض کنید یه دوستی میاد یا یکی از بستگان، خب نسخهشو میده، ممکنه این در واقع حالا دقیق بر اساس نوبت پیچیده نشه، خب. داروش و چیز بشه، چون در واقع ممکنه خود من فرض کنید این نسخه رو بپیچم، خودم دستور بزنم و خودم بهش بدم. این باعث میشه که در واقع از مسیر عادی و روال طبیعیش که در واقع یه پذیرش نسخه داریم، یه در واقع نسخه پیچی داریم و در واقع بعدش دستور زدن به وسیله دکتر و کنترل نهایی و قیمت زدن و اعادهش به بیمار، ممکنه این باعث بشه در واقع که خارج بشه از مسیرش. این میشه پارتی بازی، حالا اگر مقصود شما اینه که انجام هم میشه دیگه. حالا طبیعتا خب آقا قربون شکلش، ببین خودش میگه اصلا مشکلی نیست که، چرا نمیگین بعضیاتون آقا طبیعتا، یعنی این کار ما برای اطرافیانمون طبیعتا یه کارایی رو انجام میدیم، چرا میگیم نه؟ اصلا به درست و غلطیش اینجا بحثش نیست، چرا میگیم نه؟ این خوب آدم بگه آره. بفرمایین که داروهایی که هیچ جا گیر نمیان چیکار باید کرد؟ هیچ جا یعنی در داروخانه گیر نمیاد؟ داروخانه نیست، ناصر خسرو هم که میریم نیست، عرض کنم که هلال احمر هم میگه نداریم، چیکار کنیم؟ حوصله کنیم. مریض محترم،
حوصله کن عزیزم، حوصله کن، صبر کن، هول نشو، شلوغ نکن، صبر کن. عرض کنم خدمتتون که لوازم آرایشی و بهداشتی بیشتر میفروشین یا دارو؟ ببینید دارو خونه اصولا نیت و هدف و وجودش، یعنی مبناش بر اساس فروش داروه و اقتصادش در واقع روی دارو میگرده. حالا در کنار این یه بخشی به عنوان لوازم بهداشتی، یه بخشی به عنوان لوازم ارتوپدی، یه بخشی لوازم آرایشی، یه بخشی اسبابازی هم بعضی از داروخانه ها ور یه طرف داروخانه اسبابازیه. این تو داروخانه چیکار میکنه؟ خب نباید باشه. نباید باشه. بفرمایید که داروهای گیاهی رو بیشتر شما قبول دارین، داروهای شیمیایی رو؟ ببینید داروی گیاهی یک تاریخی داره، در واقع بنزه تاریخ در واقع بشر. همونجوری که غذا در واقع اول نیاز بشر بود، شاید دوم یا سوم نیازش دارو بود که طبیعتاً اینو از چیزهایی که دور و برش بود مثل گیاها یا مواد معدنی که دور و برش بود استفاده می‌کرد. پس نمیتونیم در واقع تاریخچه داروی گیاهی رو نفی کنیم. این داروی گیاهی ها که موجود هست امروز به دست ما رسیده یک تاریخ در حد تاریخ بشر داره، ولی بعد که علم اومد پیشرفت کرد و همه علوم به تبع علم داروسازی و شیمی، از همین داروهای گیاهی بود که داروهای شیمیایی و در واقع اولین مواد دارویی رو استخراج کرد. بعد از اون در واقع با تغییر تبدیلی که روی بعضی از اونها انجام دادن به وسیله شیمیستا و یا داروسازایی که در شیمی بیشتر تجربه و تخصص داشتن، خب این دنیای جدیدی رو که توی 70 80 سال 100 سال اخیر می‌بینیم به شکل دنیای دارویی به وجود اومد. شما داروی گیاهی رو بیشتر قبول دارین شیمی؟ عرض می‌کردم بنابراین نمیتونیم نفیش کنیم. بنده خودم اون جایی که در واقع داروی گیاهی کاربرد داره و جوابگو هست، به شخص خودم به بهتر از داروی شیمیایی نظر خودم قبول دارم، ولی داروی شیمیایی هم در جای خودش ارزش خودش رو طبیعتاً آقا داره. نوبتیه عزیزم، آقای محترم نوبتیه، شلوغ چرا میکنی؟ مریض‌تر از بقیه ای؟ 60 نفر تو صف وایسادن، همه هم مریض دارن، همه هم مشکل دارن. این زرنگ بازی نیست، میری یه جوری دفترچه‌تو میذاری اول. خوب نمیشه اینجوری. یه نمایش ببینین شما. درود و صد درود، داروگاه این پهنه ادب نمون را در پیش روی شما مسکن حضوران تسکین نمون به نسخه می نشینیم و مرور می کنیم ادب داروسازی و داروخانگی ادب را. امید عشق تو داروی من بود، ندانستم که تاریخش گذشته است. ادب داروسازی یا داروسازی ادب از مهمترین خواستگان عالم ادب است که تا کنون به منصه و عرصه رسیده نمود. کخ بچه‌ای از اهال روبرت اولین ادبیات دارویی را با این سرفصل به اهل ادب نمود نمود. هر کسی که گوز میکنه میکروباش مغوز میکنه، که مراد از مغوز یا مغیز در لسان اهال روبرت همان مریض است. داروساز حضور دربار اولولوی 17 اولین ادیب داروسازی بود که توانست این ادبات را آغازی مجلل بخشد. او نوش داروهایی می ساخت که حتی بعد از مرگ سهراب نیز می توانست ادب کند و نمود نماید، نما نمون. او ادیب داروهای خود را در قوالب حب و حب نبات به درباریان عرضه می نمود و آنها شفا می نمودند، باور نکردنا.
و آن ادیب داروساز را با چنین اشعاری بدرقه نمودند. درد و بلات، غذا و بلات، شیر و بلال، دوا و موا، اون پایینا بخور سر بدخامینا. عده‌ای معتقدند پس از داروساز حضور دستگاه اولولوی هفدهم، ادیب داروساز مردی بلندی اولین ادب دارو را اختراع نمود. او که پاستورنو نام داشت، همه ادبیات خود را با یک چشم می نگریست و از درون ریز می بینمت تمامی مکاروب و وواریس بیماریزا را مشخص نمود و پادزهری ادبی سرایید با چنین مطلع: واکسنم، واکس میزنم، واکسن، واکسمو بزن. و تمامی واکس ها را واکسن نمود، آخ افزا. در دوران شاتر تیزک هفتم، ادب دارو رو به انحطاط موضعی نمود. عده‌ای غیر ادیب سودجو گوناتی دارو را به نرخ‌های کلان می‌فروختند، سودزا. آنها ادیب داروهای نایاب را به سورات نامرغوب عرضه نمودند. ادیب مصرف کنندگان نیز این آثار را با دوز بالا مصرف می نمودند و شاد و محظوظ می گشتند، شوق پا. اولین گونه ادب دارویی که جهان این گونه ادبات را تکان نمود، گونه آنتیبیوتیک بود. منظومه های بلند سروده شد، مهمترینشان فنیسیلین، آموکسیسیلین و آمفیسیلین. بعدها این سیلین ها منشأ آثار مهم بعدی ادب داروی گشتند، آکسارا. این آثار در قوالب عروضی و نحوی قرصان، کپاسیل، دراژجات و آمپولین جای گرفتند. گویند تنها قومی که نتوانستند از ادب دارویی مستفاد نمایند، قوم غیدز بودند که ناگزیر قید همه چیز را زدند و دست از ادب دارویی بشستند، ناامیدانا. دورگوانی چند در آمادگان پخش به سر میبرند، به گوش جان نیوش میکنیم. با سلام خدمت استاد محترم. درود. ادیب دارو فروشی هستم موفق. احسنتم، در کجا ادب فروش می نمایی؟ هر جا شد استاد، همینطور می چرخی. می چرخی؟ آره دیگه، داروهای کمیابی، دیفنی، آستاکودی، خلاصه هرچی بخوان در خدمتشون هستیم. شنیدم که شما مبالغ هنگفتی از ادیب دارو خران اخذ می نمایید. استاد من هنگفت منگفت سرم نمیشه، اونا میخوان ما میفروشیم، امری باشه. شما احیانا اریترومارسین مایسین 400 ندارید؟ استاد نداشته باشه من تهیه میکنیم، بعد از ظهر یه ساعت تشریف بیاریم پارک، خدمتتون میرسیم. متشکرم. دورگوی دیگر. با عرض سلام خدمت ادیب محترم. درود. ادیب نسخه هستم بدخط و ناخوانا. چه جور نسخه هستید؟ گمانم قسمتیم به دارو اختصاص داره، قسمتی من به آزمایش. آیا می دانید که بر شما چه ها نوشتند؟ خیر، من هیچ از خودم نمیدونم. خط نسخه انقدر شلم شورباست که حتی حدسم نمیتونم بزنم استاد. این خیلی بد است، من خودم رو هیچ نمیشناسم. گمان نکنم که هیچ ادیب نسخه ای در عالم باشد که خود رو بشناسد. جدا؟ بله، نقش ادب نسخوی اصولا این است که هیچ ادیب نسخه ای نمیتواند از نفس خود خبر داشته باشد. به جای نسخه به دنبال اصل بروید. حتما سعی خواهم کرد استاد، خدا نگهدار. متشکرم. و اما واژگان گزیده این مقال. زین پس به جای واژه غریب و بیگانه آمپول بفرمایید آخانه
یا واخمان، آخانه یا واخمان به جای واژه بیگانه آمپول. دستیار رخسار بردار آورد صد اشارت می‌دارد که آقا جانی جانجانی از گروه کاتبان گاه به عرصه ادب آمده تا متونش را برای بررسی به جانب ما گسیل دارد. پس تا آقا جانی متون را به صحنه ادب پرتاب ننموده، درود و دوصد بدرود. خسته شدین شما قربان؟ نه قربان. دو تا سوال میکنم خیلی سریع فشرده جواب بفرمایید. چرا به 20 تا مریض میگین فلان دارو رو ندارین بعد به آشنا میدین؟ نه اینجوری من از صداقت شما تعریف کردم. نه اینجوری نیست. ببینید این که شما میگید یک دیدگاهیه، ولی شاید به علت این که در جامعه اینو دیدید این نظر رو دارید، ولی اصولا روال کار ما اینجوریه که اون چیزی که هست میدیم. حالا از اول هر کی که بیمار اول، آشنا، دوست، غریبه، هر کی که هست داروشو میگیره میره. حالا وقتی تموم شد دیگه تموم شده. فکر دیگه نمی‌کنید که هر کسی دیگه جای شما بود اینجا نشسته بود همین پاسخ رو میداد که نه ما این کارو نمی‌کنیم؟ پس کی این کارو میکنه؟ بگم این سوال شما یک سوالیه که باید در عمل باید برخورد بکنید باهاش و ببینید، یعنی قانونن و اخلاقن و تعهدن به هر شکل ما به عنوان اون قسمی که در وقتی که فارغ التحصیل شدیم یه وظایفی داریم. این وظایف خب یک چیز معنوی برای آدم ایجاد بله. میکنه. اینه که خب سعیمون اینه که هر چی که هست بدیم، حالا تموم شد تموم شده، ولی این که نگه داریم حالا برای یه دوستی یا آشنایی فامیلی نه. من پذیرفتم. شما سوال آخری که از همه میپرسیم رو میدونید که همون که میگید دخترتون رو به بکی؟ به همکارتون میدین؟ بله. شما دختر به داروساز میدین، به داروخانه دار میدین. شخص مطرحه، نه در واقع اون شغل. حالا اگر شخصیت در واقع اون کل من که دختر ندارم ولی اگر داشتم به اون انسان نگاه میکردم نه به شغلش. بسیار ممکن بود یه شغل در واقع یه داروساز که شایسته بود، چرا که نه. بسیار عالی. خیلی ممنون که تشریف بردیم برنامه ما. انشالله همیشه با همین انصاف، تعهد و وجدانی که در کارتون دارین به کارتون ادامه بدین و خسته هم نباشین. خیلی ممنون از شما که تشریف داشتین تا این لحظه پای تلویزیون و انشالله که هیچ وقت مریض نشین. ایشالله که هرگز احتیاجتون به داروخانه نیفته. حالا من نمیدونم الان تکلیفم با ایشون چیه، این حرفو دارم میزنم، ولی برید داروخانه مثلا چه میدونم خمیر دندون بگیرید. ها عرض کنم به آره ایشالله همیشه سالم باشید، برید بخوابید، خداحافظ، شب بخیر، خدا نگهدار.